فوتبال ورزش عجیبی که همتون دوستش دارید، ولی از پشت پرده ها و میلیاردها دلار پولی که تو اون خوابیده خبر ندارید. رازهای فوتبالی. پرده برداری احمد، اومدم که اینجا بتونم نشون بدم شما فوتبالی چی نمیدونید. پشت پرده های فوتبال اومدم نشون بدم. سلام، چطورید؟ خوش اومدید. میمیدید چطوری شد؟ من راه شد. من اگه شد فوتبال امروز اومدم باهاتون بگم. فهمیدید چی گفتم؟ نه. امروز اومدم بهتون 10 تا از چیزایی که راجع به فوتبال نمیدونستید و بهتون بگم. اگه حال کردی 10 تا دیگه اش هم بهتون میگم. 20 تا دونه است، ولی 20 تاش توی ویدیو خیلی طولانی میشه. گفتیم دو تا ویدیوش کنیم بیبی. بعدش هم که اگه حال کردین این ویدیو مثلا بگیم 300 تا لایک بخوره، ما تاپ 10ش هم به شما نشون میدیم. پس بریم که ویدیو رو داشته باشیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، ویدیو رو لایک کن. ای پارت دو شو میخوای یا الان لایک نکن وسط های ویدیو ببین. اگه حال کردی لایک کن، ولی اگه حال کردی لایک کن داشم. اینستاگرام من اینجا میاد، تلگرام منم میاد، دیسکورد منم میاد. حال نری سرچ کنی اشکال نره، دار لینک دیسکریپشن واکون نوشته. اینستاگرام یه لینک جلو جلو، تلگرام یه لینک جلو جلو، اسکور یه لینک جلو جلو. دانش بدون معطلی، اگه لایک کردی، اگه کامنت گذاشتی، کامنت چی میخوای بذاری؟ بذار ویدیو رو ببینیم ببینیم کامنت چی هست. ماشاءالله ماشاءالله ناکو ما اینور جواد خیابانی میماش. بعد میگن آقا چرا میخوای از ایران بری؟ نگاه کن اسپانیول تازه این. ببین بقیه شون چی هن. ببین چی میگه؟ میگه که بچه ها میگه مسکوت های فوتبال، این مسکوت هم این نماد های حالا مثلا تیما و چه بدن مسکوت جام جهانی، یه نمادی که حالا عروسکی نمی پوشه، بیشتر از دکتر ها درآمد دارن. داداش این چی؟ اینا چیه؟ آ این مسکوت یونایتده که خیلی معروف همیشه است، اینگاه بیشتر از دکتر ها درآمده. یعنی یارو یه کله عروسک میذاره انگولی اوفه اینا بیشتر از دکتر درآمده. تو مملکت ما هم که داشت یه ناخونکارو یه موژکارو دیگه چه بدونم فلان، وقتی از دکتر ها درآمدشون بیشتر دیگه مسکوت چیزشه. 600 هزار دلار در سال شاید در بیانه گفت بین 400 هزار دلار تا 600 هزار دلاره. 600 هزار دلار دلاره 48 الان 28 میلیارد تومن سالی، چه ماهی 2 میلیارد بیشتر. پرسپولیس مسکوت نمیخواد، من برم چنگولک بازی در بیارم. من به ماهی 1 میلیاردم راضیم، ماهی 2 میلیارد. بچه داره راجبه الان داره وسایل غیر قانونی فوتبالیست ها حرف میزنه. بچه ها نمیتونن فوتبالیست ها لباس تمام مشکی بپوشن. این نمیدونم چرا، یعنی لباس تمام مشکی مشکشی، ولی ما خیلی تیم داریم که تمام مشکی، شاید منظورش مثلا تمام مشکی شماره هاست که شماره هم نمیتونه مشکی باشه. بچه ها بازیکن ها نمیتونن گردنبند ببندن، زنجیر و اینا ببندن. نمیتونن بچه‌ها، نمیتونن بچه‌ها خوراکی از خودشون بیارن بخورن. یعنی مثلا اینجوری میتونن مثلا یکی بیاد مثلا بهشون چی بهشون بده، اگه یه تماشاچی بیاد بهشون یه چیزی بده میرن بیرون به خاطر دوپینگ. نمیتونن چیزایی که لایسنس ورزشی نیستن هم بپوشن. انگار سین ماکسیمی هدبند گوچی داشته، ولی چون گوچی جزء لایسنس ها نیست نمیتونسته پخش بشه. یعنی فکر کنم اگه نایکی و اینا بود مشکلی نبوده، ولی نمیتونسته اونو ببنده. ولی خب الان گوچی با همین الان وقتی همه فهمیدن گوچی رو تبلیغ هم خودش حساب شده. بچه‌ها دیوید بکام این کفشی که دارید نگاه میکنی چرم کانگورو روشه. چرم کانگورو توی کالیفرنیا ممنوعه و بکام هم توی الی گالاکسی که بازی کرده بود، یه بازی که کالیفرنیا بودن، چرم کانگورو 6 ماه زندان داره و تا 5000 دلار هم میتونه جریمتون بکنه. اینجا الان بچه‌ها داریم گرونترین جام رو نگاه میکنیم، چیزایی که راجع به فوتبال نمیدونید. گرونترین جام چیه؟ یه جام تمام نقره هاکی NFL 4000 دلار پولشه که به پول ایران میشه حدوداً 180 میلیون تومان. جام NBA 13 کی قیمتش 13000 دلار میشه بوده 500 میلیون تومان. این تو رو اون NFL بود اولی، من اشتباهی گفتم هاکی، آره NFL بچه‌ها ببخشید، فوتبال آمریکایی بود اولی، دومی بسکتبال، سومی برای هاکی که 25000 دلار قیمتش دیگه با دلار 50000 تومان حساب می‌کنم دیگه مغزم سرویس شده انقدر حساب کردم، میشه بوده 1 میلیارد تومان. 25000 دلار میشه 1 میلیارد تومان. و بچه‌ها فکر کنم گرون‌ترین جام هم جام جهانیه فوتبالی که با 13 پوند طلای خالص 24 عیار درست شده که قیمتش 20 میلیون دلاره. از 50000 دلار رفتیم تا 20 میلیون دلار. بچه‌ها این فکر کنم به خاطر ارزششه، مثلا 13 پوند، ببینیم هر پوند چند کیلوه. 13 پوند میشه 5 کیلو، ما میگیم آقا 6 کیلو دیگه. الان ببینیم طلا چ گوشیم کو. بچه‌ها ما اینجا الکی ویدیو نمیسازیم، یعنی اینجا هیچی الکی نیست.
طلا الان قیمتش گرمی 2314. ما میگیم همون 2300. آقا ما 6 کیلو طلا داریم. طلا قیمتش چنده؟ 2,314,279. میشه 13 میلیارد تومان. خب این کجا؟ 20 میلیون زب داره. همون 48,000 تومان هم بکنیم. 48,000 تومان میشه 960 میلیارد. به خاطر اجر معنوی جام جهانیه بچه‌ها 20 میلیون بریم بدوزیم. بیاید یه اکیپ جمع کنیم بریم جام جهانی بدوزیم. جدی پولدار میشیم. 960 میلیارد نمشتیم. حرکت هایی که توی فوتبال ممنوعه و بند شده. باشه شما نمیتونید یه همچین دریبلی بکنید. شاید باورتون نشه. توی فوتبال دیگه شما نمیتونید بیشتر از 2 بار موقع حرکت توپ رو سرتون بزنید وگرنه خطاه، یا توپ رو روی سرتون نگه دارید. این دوتا خطا حساب میشن از این به بعد. این هم که دیگه همه میدونن که آقا توپ رو تو لباس کردن خطاه. شماره 16 یه سری از برندهای خودروسازی مثل آودی که با بارسلونا زمانی قرارداد بست، بی ام دبلیو که تازه با رئال قرارداد بسته و مثلا هیوندای که با رون قرارداد بسته برای تک تک بازیکن‌ها ماشین کاستوم شده مخصوص خودشونو فرستادن و بهشون گفته بودن که آقا شما مجازید تو پیستای ما بیاید هر چقدر میخواد چیز کنید، ولی بی ام دبلیو برای رئال خیلی کار خفن‌تری کرده بود. برای هر کدوم کاستوم زده بود با همراه پلاکش، یعنی مثلا این پلاک الان پلاک رسمی و ماشینه i4 بنزما با لوگو رئال مادرید و بهشون چیزام داده بودن، پارکینگ مخصوص برای هر کسی داده بودن با شارژر مخصوص خودش. بریم شماره 15. بچه‌ها میگه حیوانات یه زمانی بخشی از فوتبال بودن. بچه‌ها یعنی خروس و مرغ و گاو و گوسفندم. این کدوم باشگاه خرس گریزلی برداشته آورده؟ مثلا بچه هر تیمی بعضی وقتا یه نمادی داشته، مثلا ریچموند که نمادشون سگ بود. بی‌ناموس خرس برداشته آوردی وسط زمین. دوباره داره توپو میره خرسه میگیره و میگه داشت خرس اومد داره دست میزنه. بی‌ناموس تو خرسی، تو باید بری اینا رو این یارو رو باید بگیری اینجوری قارت بهش کنی، تو هم وایساده اینجا دست میزنی. این همون تیمه، انگار این هم همون خرسه. برای جشن برد تیم بردن خرسه داره شیپور میزن. روسیه است. شماره 14. آه بچه داره راجبه تلسم شماره 9 چلسی حرف میزنه. نمیدونم میدونید یا نه. مثلا یه بازیکنی مثل رومالو لوکاکو که یکی بهترین فصلاشو توی اینتر داشت اومد توی چلسی شماره 9 پوشید و شد لاکاکا. بعدش اوبامیانگ رو خریدن که اوبامیانگ هم تو چلسی واقعا بد بود. ناگهان حتی تو کامنت هم نوشتن آقا چرا این شماره نفرین شده رو بهش دادید. یعنی همه دیگه گفته بودن که آقا شماره 9 چلسی قطعا نفرین شده است، ولی اوبامیانگ اومد و گفتش که آقا من میخوام این تلسم رو بشکنم. بریم شماره 13. این الان بچه‌ها راجع به داستانیه که دیگه بچه‌ها اینو حالا مثلا بعد اونایی که مثلا حالا فوتبال نمیدونستن، مثلا فوتبال رو فقط میدونستن و نمیدونستن گیم فیفا مثلا چه جوریه اینو مثلا نمیدونن، ولی ما که همه فیفا بازی میدونیم که آقا فیفا با EA دیگه کار نمیکنه و قراردادشون رو به هم زدن. تنها دلیلش این بود که آقا فیفا گفت من 100 میلیون دلار بیشتر میخوام برای اینکه اسم منو تو کاورتون داشته باشید. فکر کنم 200 میلیون دلار بهشون میدادن بابت اینکه اسم فیفا فقط روی لایسنس و کاور باشه. بعد فیفا اومد برگشت گفتش که ما 300 میلیون دلار میخوایم. EA هم گفت 300 میلیون دلار میخوایم، بیا 300 میلیون دلار هم بگیر و اسم گیمو کردن EA24. همون فیفا خودمونه، ما هر روز فیفا صداش میکنیم همه. و یه چیز دیگه هم که بچه ها الان راجع به صحبت کرد، این خیلی فکت عجیبی بود. EA بچه ها تا الان خودش لایسنس گیمو داشتش، یعنی میگفتش که الان این چیزی که الان ایشون گفت خودش خیلی بر من جالب بود، بیاد راجع به این صحبت کنیم. این میدونم برای همتون جذاب اگه این فکت من بهتون بگم. EA تا الان اینجوری بود که آقا فیفا فقط لایسنس اسمی داره و به ما بابت لایسنس کردن لیگا و تیما کمک میکنه، ولی جالب ترینش این بود که از سال 2021 تا 2023 امباپه روی کاور این گیم بوده و همه هم میدونستیم که یکی از بهترین چیزا هست، یکی از چی بشه که اوپی ترین پلیئرها و کارتای بازی بودش توی این 3 ساله و حالا مثلا
پارسالم تا فینال جام جهانی رفته بودن، تو فینال جام جهانی هم خدای خوب بازی کرد با وجود اینکه هیتر امباپم. ولی جالبیش اینه که این فصل از هالند روی کاور استفاده کردن، یعنی خود ای ای وقتی لایسنسش با فیفا قطع شده اومده از هالند روی کاور استفاده کرده. و خب حالا هالند درسته فصل خیلی خفنی فصل پیش داشت، یعنی هالند تو باشگاهی خیلی موفق بود، امباپه نبود، به جاش امباپه توی ملی موفق بود که هالند نبود. ولی ای توی اون عکس دست جمعی که الان امیر براتون عکسشو میذاره نماینده پی اس جی رونالدینیو گذاشته بود، یعنی اصلا از امباپه و فیسش هیچ رونمایی نشده بود، الان همه تمرکز رفته رو هالند. یعنی سال پیش من یادمه درسته که همه تمرکز روی امباپه بود، ولی ای اومد از انیمیشنی که از هالند ساخته، چیزی که هالند ساخته هم رونمایی، ولی الان از امباپه توی این چند تا چیز هیچی نگفته. و این یکم بوداره که تازه تا وقتی که فیفا پشتشون بود همش امباپه بود، الان شده هالند. این عجیبه. بریم شماره 12 که راجع به خود کیلیان امباپه است. فکر کنم رکورد سرعته. امباپه 36 کیلومتر بر ساعت دویده بود بچه توی اون گل. امباپه بچه از یوسین بولت سریع ترین مرد دنیا که رکورد المپیک و جهانی دستشه سریع تر دویده بود. شماره 11 راجب لیونل مسیه. مسی یه دونه چیپ، خیلی از بازیکن‌ها این کار رو انجام میدن. بذارید حاج عباس تماس گرفته. حواسم بده. مسی یه دونه میکروچیپ توی کفشش میذاره، فکر کنم خیلی از بازیکن‌ها دیگه الان میذارن، فکر کنم همه بازیکن‌ها میذارن، که نشون میده آقا توی بازی چقدر شما رفت و اومد داشتی، یعنی چقدر دوندگی داشتی. مسی بوده هر بازی 8.5 کیلومتر رفته و اومده، یعنی هی جا به جایی داشته توی یه مسابقه. 8.5 کیلومتر خیلیه بچه‌ها. میگه یعنی مسی بیشتر از 5000 مایل دویده. 5000 مایل میشه 8000 کیلومتر. 8000 کیلومتر خیلی خدایی. فکر کنید یه نفر 8000 کیلومتر بره بیاد. پرشما. بچه‌ها تاپ 10ش مونده. اگه دوست دارید تاپ 10 رو یه پارت دیگه با هم ببینیم، چون خیلی همین الان رکوردش خیلی طولانی شدهش، اون مقدار لایک رو اگه بگیره تاپ 10ش هم براتون میذارم. اگه دوست داشته باشید دوست دارم بشه دل لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تو قلب اجمدید اینجا تو اینجاست دوست دارم بشه دل ماش به کلتون. تا ویدیو دیگه خدافظ.